همکارم رضا محدث برای پوشش این مراسم به برزیل سفر کرده و از شهر سانتوس همراه ماست. رضا، بیشتر از تو بشنویم در رابطه با این مراسم. فرناز، اجازه بده در این فرصت یه مروری بکنیم از آنچه که از صبح امروز گذشت. هرچند مراسم ساعت 10 صبح به صورت رسمی آغاز شد، اما از ساعت 5 صبح حدوداً دقیقاً میتونم بگم 12 ساعت پیش، الان 5 بعد از ظهر، 5 و 10 دقیقه بعد از ظهر اینجا در سانتوس برزیل، تقریباً مردم از ساعت 5 صبح در تاریکی هوا اینجا حضور داشتن. پیکر پله که از بیمارستان آلبرت انیشتین اون ساعت به اینجا رسید، به شهر سانتوس از ساو پالو رسید، اینجا مردم حضور داشتن، رفتن در صف‌های اطراف ورزشگاه حاضر شدن، قرار گرفتن تا بیان اینجا. و در پشت من تابوت پله رو می‌بینید که صبح امروز هلوش ساعت 9:30 به وقت محلی آوردن اینجا. درهای ورزشگاه به روی علاقمندان و هواداران پله باز شد. ساعت 10 صبح میان اینجا طبق برنامه که از پیش تعیین شده، طی صف‌های منظم میان، عکس یادگاری می‌گیرن و ادای احترام میکنند به اسطوره فوتبال برزیل و جهان، خداحافظی میکنند برای آخرین بار با او و محل ورزشگاه رو ترک میکنند. از شخصیت‌های مطرحی که اینجا حضور داشتن میتونم به جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اشاره بکنم. او در گفتگو با خبرنگاران گفتش که از فدراسیون‌های عضو فیفا درخواست خواهد کرد که یک ورزشگاه در هر کشور رو به نام پله نامگذاری بکنند. از شخصیت‌های سیاسی جالب بدون، شاید از مراسم تحلیف لولا دا سیلوا اینجا اومده باشه، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بود که همزمان با جیانی اینفانتینو اینجا حضور داشت. نیمار پدرش رو فرستاده بود به نمایندگی از خودش، چون خودش گفته بود که از پاریس در این فرصت کوتاه نمیتونه اینجا حاضر بشه. متشکرم رضا محدث، از سانتوس برزیل همراه ما بودی و تصاویر زنده هم دیدیم از مراسم خداحافظی از پله.